نامه سرگشاده نصیر فیاض نامدارترین خبرنگار افغانستان به طالبان تاجران و مردم افغانستان تنگنای بحران سیاست خارجی حکومت طالبان در سیمای اقتصاد ملی به قلم نصیر فیاض به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام وقتتان بخیر به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سبسکرایب کنید نصیر فیاز روی صفحه فیسبوکش نگاشته است لطفا شما هم سهیم شوید تا دیگران بیدار شوند اینجا شهر یس و نامیدی است با شرفترین مردهای این سرزمین از جانب بیشرفترین مردان روزگار در جدال نان خشک فرزندان گرسنهشان گیر ماندند سیلی روزگار قامت بیشترین اینها را خم ساخته است تعداد از مردان با شرف ما با سیماهای شکسته و پژمرده ناامیدانه چشم به کمک یک قرسنان خشک دوختند گوی اینها دیگر آن مردان با غرور دیروز نیستند سیمای پرایشان تعداد زیادی از مردان قامت خمیده ما بوی شکست تلخ یک ملت را به صدا درآورده است ملتی که دیگر دغدغه اصلی آنها نجدال تاجک و پشتون است نازادی نه احترام و نه شناخت هویتش بلکه این دغدغه فقط در تار یک نانخاش گریه خورده است باور کنید تعداد زیادی از این مردان شکست خورده با فرزندان کوچک شبهای شب گرست نمی خوابند اما راه یاری جستن از دیگران را نمی دانند لطفا این مردان شرافت من را بگونه دستیاری دهید ده که غرورشان زیر سایه عکس های فیسبوکیتان قرار نگیرد لطفا به همسایه گرسنه تان به قارب و خویشاوندان محتاجتان و برای هر یک از خانواده هایی که میدانید خاموشانه می سوزند دست یاری دراز کنید و وسیله شوید این روزهای سخت روزگار خواهد گذشت اما مردانگی وجدانتان درج خاطره های پرغرور زندگیتان خواهد شد ره نیک مردان آزادگیر چو استادهی دست آفتادگیر نصیر فیاض همچنان نگاشته است تنگنای بحران سیاست خارجی حکومت طالبان در سیمای اقتصاد ملی برخلاف تعریف سنتی سیاست خارجی در قرن 19 و اواخر قرن 20 سیاست خارجی دیگر آینه سیاست داخلی در حوزه بین المللی و در روابط مجازا با سایر کشورها نیست تا بازیگران سیاسی بر مبنای گرایش‌های ذهنی تک یا تلاش در اعمال قواعد جزمگرایانه انتظاعی روابط سیاسی و دیپلماتیک با دولت ها و نهادهای های بین المللی را تعریف کنند بلکه سیاست خارجی در چارچوب قواعد حاکم جهان امروز عبارت از تعامل معقول و چند پهلوی دولت ها مبتنی بر مجموعه ضوابط و عوامل تاثیرگذاری است که مسیر بازیگران سیاسی را در, یک کانتکست جهانی شده میان کشورها و نهادهای بینال تعریف و باز تعریف می کند. در این میان این همه قواعد در, در میان این همه قواعد در حال دوران دیگر کشورهای دنیا دارای استقلال مطلق نیستند و هیچ دولت مخصوصا جهان سیمی توان مهار فاکتورهای تاثیرگذار مثل سیاست دلار تأثیر پذیری رسانه های آزاد، بحران محیط زیست، بحران آب و تغییرات اقلیم تا مهاجرت های گروهی را به تنهایی نخواهند داشت. حتی کوچکترین تغییر در سیاست نهادهای نهاد های اقتصادی برتون و دوش یعنی بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی می‌تواند تعداد کشورهای جهان سیم را تا ورته بحران و شکست نزدیک کند. در این میان کشورهای بیشترین سود را خواهند برد که دستگاه های تصمیم ساز سیاست خارجیشان هنر تعامل با سیاست های جهان را بر مبنای فنون حاکم دیپلماسی و منافع ملی میسر دهند. در اغلب این موارد رقابت برای تعیین این جایگاه حکومت ها را قبل از همه ملزم بر تعریف مشروعیت سیاسی و منافع ملی در حوزه سیاست داخلی می سازد تا بر پای آن پندارهای معقول و با پشتیوانه باور ملی تصمیم سازی های دولت را یک دست و بهینه سازی کند. نکته که فقدان آن سیاست خارجی افغانستان را طی 20 سال پسین شدیدن امنیتی ساخته و جزیره های متعدد قدرت در کنار و یا از میان حکومت های مرکزی کانال های استخباراتی سیاسی با کشورهای رقیب بر سر افغانستان را برخلاف حکومت های مرکزی این کشور بازگذاشته است. تعریف ساختار سیاسی قابل اقناع ملی و کنترل فاکتورهای خارجی بر سیاست داخلی از تجربه های ناکام نظام قبلی استفاده کنند. ادامه رویکرد جزمگرایانه در رده های تصمیم ساز طالبان بر سر تشکیل حکومت همشمول ملی مجموعه میکانیزم های شایسته سالاری در ارائه خدمت به مردم را دور زده است در حالی که تخصص و مسلک را از زیر سایه دال های حکومتداری خوب حذف کرده است ناگفته نماند که منظور از تشکیل حکومت همشمول نزد افغان ها به عنوان جابجایی رهبران فاسد و هم مهره های و مهره های سوخته نظام پیشین نیست و در حالی که به همان میزان که ساختار غیر مسلکی موجود در پوست های تخنیکی دو گروپ حاکم در میان طالبان چالش برانگیز بوده وجود تکنوگرات های مسلکی فاسد و غیر متحد به افغانستان نیز چالش های پی در پی را در چارچوب ارائه خدمات به مردم از مجرای جمهوریت سه نفره اشرفانی ایجاد کرده بود با این وجود عدم بازبینی کابل در سیاست کاتیش از یک طرف و ادامه تنش سیاسی جهان در عدم رسمیت پذیری امارت اسلامی طالبان از جانب دیگر می تواند احتمال چالش های زیل را در ابزار فشار اقتصادی علیه مردم ایجاد کند. جهان ظاهرا نگران سقوط نظام اقتصادی افغانستان است در حالی که این نظام عملا در حال فروپاشی است و مبادله ی 125 افغانگی هر دلار نشانه های بدی از انفلاسیون دونده در افغانستان است که عدم مهار فوری آن می تواند طالبان را یک بار دیگر در همان جایگاه دور قبلی حکومتداریشان از نظر سیاسی اقتصادی قرار دهد ده یعنی یک خرید پول مدل یک سیر آرد و فاجعه اقتصادی بزرگ بدون تردید پاسخ این که ما مسئولیت نفقه شما را نداریم و شما رزق را از خدا بخواهید زیبنده مدعی یک حکومت اسلامی نخواهد بود حتی در زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین هم مسئولیت پذیری در برابر اقتصاد مردم وجود داشت و بدون شک خداوند رزق و نفقه مردم را از آسمان فرو نخواهد ریخت ادامه تنش در سیاست پولی و عدم توانمندی در کنترل آن از جانب رهبری امارات و ریاست بانک مرکزی بانک ها در افغانستان را با ورطه شکست مواجه خواهد ساخت نکته ای که تبلور آن در حوزه اعتبار اقتصاد سیاسی بین المللی مانع اکثریت مطلق معاملات اقتصادی دنیا با افغانستان خواهد شد پاکستان همچنان بازیگر برتر در حوزه اقتصاد و از سیاست افغانستان خواهد بود پنجاب بر اهداف بزرگ انحصار مارکت آسیای مرکزی از مجرای ترانزیت به مصرف افغانستان رسیده است همزمان اسلام آباد تلاش خواهد کرد تا شاید فعال شدن سرعت مجاری قاچاق سرمایه های ملی تجهیزات مدرن نظامی تا بسته های دلار و ابزارهای اقتصادی به پاکستان باشد چهار در میان همه چالش های ذکر شده نقطه قابل نگرانی برای طالبان چالش های مهار سربازگیری خلافت اسلامی داعش از میان جوانان بیکار و گرسنه این سرزمین است نرخ روز افزون بیکاری فقر و گرسنگی و عدم ارائه خدمات قابل اقناع برای مردم تمهیدات جذب تعداد انبوی از جوانان در حرکت های خلاف نظام و حاکم را تقویت خواهد کرد در حالی که برای مطرح ساختن پروژه دایش در افغانستان برخی کشورهای بزرگ منطقه و دنیا در چارچوب یک رقابت غیر مستقیم صلیبی قبلا سرمایه گذاری و سفارایی کردن و تلاش خواهند کرد تا بحران امنیتی در حال ایجاد را به نفع خودشان مدیریت کنند در نتیجه کابل هنوز کارتهای های بیشمار مهار اوزا را در دست دارد و اگر برای ایجاد سیاست گذاری های اوزه داخلی و خارجی پرتلات این کشور رده های تصمیم ساز امارت به این واقعیت پی برده باشند که جنگ آسان تر از سیاست در این سرزمین است و برای اجرای یک سیاست کارا اما هنگ شوند می توانند نگرانی ایجاد فاجعه بزرگ اقتصادی را از فرار گروهی مغزها تا فروش فرزندان خانواده های گرسنه برای دریافت لقمه نان منتفی کنند بدون تردید عدم محاسبه سیاسی و موزیگیری غرور آمیز در سیاست طبعات غیر قابل جبران را برای حاکمیت سیاسی طالبان میتواند ایجاد کند که قربانی اصلی آن فقیرترین مردم این سرزمین خواهند بود تشکر از توجهتون تا درود دیگر بدرود